در مورد این سم متاسفانه اطلاعات نادرستی از طرف حکومت ایران به مردم داده میشه که این گاز نیتروژنه، که این کاملا غلطه. گاز نیتروژن یک گاز معمول در هواست و همه داریم از این نیتروژن استفاده میکنیم و هیچ وقت باعث مسمومیت نخواهد شد. در مورد وجود احتمالی گازهای شیمیایی باید خدمت رو عرض کنم که در این لحظه هیچ کس با قطعیت نمیتونه بگه چه گازی استفاده شده. راه تشخیصی گازها و مسمومیت‌ها در یک آزمایشگاه سمشناسی با بررسی اجزای اون سم در خون، ادرار و همچنین در ترشحات بدن و همچنین بررسی آنزیم‌های مؤثر در مورد سم‌ها امکان پذیره که متاسفانه خیلی از آزمایشگاه ایران یا توانایی این کار رو ندارن یا اونایی که توانایی دارن تحت کنترل دولت هستن و طبیعتاً با سانسور روبرو هستن یا اینکه کاملاً در دست دولت هستن. به صورت بسیار فشرده میتونم عواملی که ما داریم فکر میکنیم در مورد این مسمومیت‌ها رو خدمتتون عرض کنم. معتقدیم که یک سری از سمها و گازهایی داره استفاده میشه که اینها میتونه آنزیم خاصی رو در بدن مهار بکنه به نام کولینگ استراز و همون باعث میشه که عوارض ریوی، عوارض گوارشی، عوارض روانی، عصبی و همچنین عضلانی رو به وجود بیاره و در دوزهای بالا میتونه باعث تشنج، کما و حتی مرگ بشه. این نوع مسمومیت ها انواع مختلف داره. یکی از اونا گازی به نام تابان میتونه باشه که از گازهای جنگی یک در جنگ جهانی دوم استفاده شده و به عنوان گاز اعصاب مطرحه. گازهای دیگه هم احتمال داره در لول های بعدی.